حقیقتاً شکر برای این امید مبارک و ناپژمرده که برادرمون علی راجبش صحبت کرد و اشاره کرد و تمام این پیام‌ها و تمام وعده‌های خدا، تمام تسلی‌ها، تمام راه‌هایی که خدا با ما میره برای اینکه ما رو به اون سمت امید ناپژمرده هدایت کنه. آمین. در جایی قرار بگیریم، چشممون رو به جایی بدوزیم، اون ابدیت مبارکی که روزی اشکای ما از چشمای ما پاک میشه، رنج‌های ما تموم میشه، نه فقط تموم میشه، اصلا یادمون میره که اینجا چی کشیدیم. نیست؟ این امید ناپژمرده، این امید مبارک که برای زانوهای ضعیف ما قوته و دستای افتاده ما رو دوباره و دوباره به سمتش بلند میکنه. عیسی مسیح خداوند خدمت مبارک خودشو با اعلان سال آزادی و رهایی شروع کرد. سال آرامی، استراحت، سالی که شکست دلان التیام میابن، اسیران به سوی رستگاری هدایت میشن، مبحوسان در زندانهای شرم و تقصیر، استراب، ترس، بی‌ارزشی به سوی آزادی، به سوی یه هویت تازه به حرکت در خواهند اومد. اعلان سالی بود که افرادی که به سرزمین‌های بیگانه به سوی بردگی رفتن، به سوی وطن خودشون، خانه و کاشاینه خودشون، به سوی اون امنیت ابدی هدایت خواهند شد. برای همین عیسی مسیح خداوند در متی باب 11 آیه 28 میگه بیایید نزد من ای همه زحمت کشان، بیایید نزد من ای همه گرانباران، من به شما آرامی میدم. انگار در هسته مرکزی این پیام اینه که خود عیسی مسیح آزادی ماست، خود عیسی مسیح رهایی ماست. آمین. آیا این خبر خوش نیست عزیزان؟ آیا یک طریق افضل‌تر و عالی‌تر برای زندگی من و تو نیست؟ در این عصر به هم ریختگی اعصاب و روان، در این عصر آشفتگی‌های روح و جان، من آرامشی روحانی به تو میدم، یک صلحی باطنی به تو میدم. من به شما آرامی خواهم داد، زیرا یوغ من خفیفه و بار من سبکه. انگار داره میگه یوغ من، یوغی که رو شونه‌های تو میذارم، مثل یک لباس مناسب با هر نوع شخصیت، با هر نوع فردیت انسانی ماست. بار او سبکه، بار و یوغی مناسب برای من و تو تدارک دیده شده. یعنی در هر مشقتی، در هر آتش و طوفان و بیابانی، این تسلی روح القدس، این همراه همیشه یاور ما، ما رو به سمت اون ابدیت عرض موعود حرکت میده. آمین. ولی عزیزان، یک ولی وجود داره. چرا مسیحیان زیادی این آرامی، این آزادی در خداوند رو حس نمی کنن؟ چرا ایمانداران نه چندان کم گاهن مستحصل هستن زیر بارهای گران، زیر اون بیکفایتی، درماندگی، ترسها و شرمها مخفیانه خم شدن؟ در طی خدمتم به خصوص در قسمت شنیدن دردهای افراد متوجه شدم بعضی از بارها، بعضی از مشکلات، عزیزان، فقط با موعظه، تعهد به کلیسا، تعمید روح، دعا و روزه یا شنیدن و باور این آیه پر از عظمت حل و فصل نمیشه، شفا حاصل نمیشه. کسانی رو دیدم با چشمای خودم که در نهایت عجز و ناتوانی برای یوغ‌های سنگین، برای این بارهای تموم نشدنی، خارج از سرزمین‌های آزادی و رهایی دارن زندگی می‌کنن. بارهایی که تحمیل شده از سوی محیط زیست، خانواده‌های مشکل دار، حتی ژن‌های معیوب،
به اونا منتقل شده، بارها دعا شده، روزه گرفته شده، ولی بی پاسخ مونده شده و کم کم این افراد به سوی تزویر و ریا کشیده میشن، چون سعی میکنن عزیزان، چون سعی میکنن احساسات سرخورده درونی خودشونو یه جوری سرکوب کنن با این ادعا که مسیحیان دچار چنین مشکلی نمیشن. هللویا، مسیحیان افسرده نمیشن، مسیحیان دچار درد و خشم و ترس نمیشن. این افراد عزیزان اگه درک و کمک نشن به سوی پوچی و بی‌اعتمادی و در نهایت نسبت به قدرت خدا بدگمان و بی‌اعتماد میشن. و روی دیگه قضیه اینه که سعی میکنن هر گونه مشکل خودشونو با اصطلاحات الهیاتی و سخنان غیر واقعی بپوشونن. هللویا، همه چی عالی میشه، قوت هر چیزو دارم در مسیح. مخصوصا در این خصوص عزیزان چقدر خادمین و شبانان با روحانیزه کردن این امور به این مشکلات دامن زدن، دیو زدن، از ایمان افتادن، به کلام و دعا وصل نیستن. بارها شاهد بودم جوانهایی که دستگذاری شدن برای آزادی از دیوها نه تنها شفا نیافتن، بلکه شاهد بودم در تیمارستان گیر افتادن. البته من اصلا مخالف آزادسازی نیستم، خودم بارها در مراسم آزادسازی شرکت کردم و دیدم افراد دیو زده رو و شفا و آزادی رو دیدم، ولی میخوام بگم همه چی به این امور ختم نمیشه. روحانیزه کردن امور خیلی مخربه عزیزان و بسیار ناخوشایند نزد خداوند و کمک میکنه که افراد دردهای خودشونو انکار کنن و در نتیجه در عمق وجودشون این دردها نفوذ میکنه و به صورت انواع بیماری ها، رفتارهای عجیب غریب، ازدواجهای ناموافق سر بلند میکنه. چرا؟ چون من و شما گاهن درک درستی از پیچیدگی های روان یک انسان نداریم. مثالی براتون میزنم. دانشمندان علوم طبیعی برای اینکه قدرت یک درخت غول‌پیکر رو تخمین بزنن، قدمت این درخت رو تخمین بزنن، بخشی از تنه درخت رو قطع میکنن و مشاهده میکنن حلقه هایی در این تنه های درخت وجود داره که گویای تاریخ این درخته، گویای فرایند رشد این درخته. به عنوان مثال یک حلقه نشون میده که یک خوشسالی خیلی شدید و وحشتناکی رو این درخت تحمل کرده، یه حلقه نشون میده که سالهایی پربارون رو این درخت پشت سر گذاشته، یه حلقه نشون میده که یه صاعقه وحشتناک و ناگهانی به قلب این درخت رسوخ کرده، یه حلقه نشون میده که سالهای آرامشی همین درخت داشته و یک حلقه نشون میده که این درخت روزهایی رو آفت زده شده و بیماریهای مهلک به این درخت صدمه زده. چی میخوام بگم؟ تمام اینها در بطن یک درخت عزیزان نهفته است و نشان دهنده روند رشد و تکامل این درخته و این حقیقت در مورد من و تو هم صدق میکنه. ما به درختی میمانیم که زیر پوست ما لایه هایی وجود داره، حلقه هایی نقش بسته که در اون حلقه ها عزیزان آثار زخم، آسیب های کهنه، طرد شدگی، شرم، که این زخم‌ها، این آسیب‌ها، صدمات فقط با توبه، فیض تقدیس دهنده و یک دعای معمولی التیام پیدا نمی‌کنه. این حلقه‌های افکار ما در خاطرات ما ضبط شده و دائما زنده است و این خاطرات عزیزان مستقیماً به روابط ما، به طرز عمیقی به دیدگاه ما،
نسبت به خدا و به همدیگه و حتی دیدگاه خودمون نسبت به خودمون تأثیر میذاره. باور میکنید؟ تجربه شگفت‌انگیز ایمان عالیه. ایمان به مسیح یک تجربه حیرت انگیزه که ارزشی ابدی داره، ولی میانبری برای علاج مشکلات عاطفی و شخصیتی من و تو نمیتونه باشه. بخشایی از زندگی ماست که نیاز مستقیم به شفای روح القدس داره، نیاز داره که دوباره با تازگی ذهن، ذهنای ما برنامه ریزی بشه، احیا بشه. نیاز داره خود انگاری های منفی از ذهن ما پاک بشه. و این تجربه ناگهانی نیست و این تجربه آنی نیست. یکی از احساسات مخرب و منفی که زندگی ما رو فلج میکنه و به جهنم میکشه شرم، محکومیت، سرزنش. عزیزان، شرم یک احساس مسموم کننده است، همراه با یک احساسات دردناکی همراهه و منجر میشه به بیگانگی با هویت. نه فقط بیگانه میشی با هویتت، بلکه گاهن انحراف هویت اشخاص پیدا میکنن و کم کم منجر میشه به شک، سوء ظن‌های شدید، بی‌اعتمادی شدید به افراد و کم کم انزوا، بی‌کفایتی. و اگه هنوز هم درک نشه، درمون نشه، به سوی بیماری‌های روانی پارانویدی کشیده میشه. در عهد عتیق باب 10:15 ایوب به شرم مهلکی مبتلا بود به خاطر مصائب و رنج‌هایی، به خاطر اینکه پر از اهانت شده بود. برای همین میگه اگه شریر هستم وای بر من، اگر شریر هستم وای بر من، که اگر عادل هستم باز هم نمیتونم سر خودم رو بلند کنم، چون که از اهانت، از صدمه پر شدم. و میبینیم انبیا رو چطور دعا میکنن: ای خداوند نذار خجل بشم، ای خدایا به تو توکل دارم، تا اینکه اجازه ندی من خجل شم جلوی دشمنام. یکی از پیچیده ترین و دردناک ترین و عمیق ترین حلقه های درونی که شخص رو به سوی افسردگی پنهان هدایت میکنه، عزیزان، شرم، احساس تقصیر و سرزنش و محکومیته. افرادی که دردها رو سالها رو شونه های نحیفشون حمل میکنن و نمیدونن که یوغ او چقدر سبکه و بار او چقدر نحیفه. و خاموش و ساکت میمونن. نکنه اگه بگم به کسی، کسی نفهمه. اگه هم مشکلات من با خبر بشن، زیر سوال برم، پذیرفته نشم، یه انگ دیگه ایم بچسبونن. نکنه شرمنده تر بشم، نکنه احترامم از بین بره، یا همه فکر کنم من چقدر عجیب و غریبم، یا از ایمان افتادم، زندگی روحانی درستی ندارم. مردم بی سر و صدا در رنج و شرمای پنهانن، عزیزان، و هنوز نفهمیدن که بر روی صلیب چه عمل کرده عظیمی از شرم زدایی انجام شد. اونها نفهمیدن که چطور سایه شوم محکومیت، سرزنش، شرم روی صلیب ریشه‌کن شد. اونها در بیخبری هستن، نمیدونن چطور خدای ما، عیسی ما انسان شد تا تجربه مخصوصا شرم ننگین روی صلیب بر خودش جذب کنه. اونا نفهمیدن. اون رفت روی صلیب تا طیف عمیقی از احساسات مخرب، از آسیب ها و صدمات رو بر خودش جذب کنه، تا ما امروز با بارهای سبک و یوغ‌های نحیف روی این زمین راه بریم. اونا حتی بیخبرن، عزیزان، بیخبرن از یک کار عجیب و عظیمی که روی صلیب انجام شد. اون احساس نفرت انگیز، اون احساس نفرت انگیزی که شرم به همراه خودش میاره،
احساس سرزنش، محکومیت تجربه کردین، شرمگیرین، احساس محکومیت دارین، حتی از این احساس حالتون به هم میخوره ولی نمیدونین که باید چیکار کنین. عیسی حتی این احساس رو بر خودش گرفت. برای همین شفا دهنده زخمی ما شد. نگفته نمونه که احساس شرم و تقصیر خدا در ما نهادینه کرده، خدا در ما طراحی کرده تا نیروی بازدارنده باشه، رهایی بخش باشه برای انسانهای سقوط کرده. احساس شرم سالم عزیزان به ما انگیزه میده تا ما از تاریکی گناه پشت بت‌های مذهب بیرون بیایم، توبه کنیم و به سوی نجات، رستگاری، رهایی عیسی مسیح در حرکت باشیم. همطور که درد پرچم فیزیکی خداست برای من و تو، وقتی درد میکشیم متوجه میشیم در بدنمون یه مشکلیه نیست. اگه درد نباشه این درد یک روزی ما رو مغلوب میکنه. همینطور عزیزان تقصیر و شر پرچم روانی خداست و به ما هشدار میده از نظر اخلاقی تو دچار مشکل هستی. خدا با احساس الزام، با تلنگر شرم به ما ضربه میزنه، ضربه های پدرانه، تا تو رو به سوی توبه، استراحت و رستگاری هدایت کنه. شرمی که از خداست عزیزان فرد رو روی رفتار خودش متمرکز میکنه، ولی شرم ناسالم، شرم کاذب این پیام رو به انسان میده: من شخصا کاملا اشتباه هستم، چون من اشتباه هستم باید برم گم شم، باید برم ناکجا آباد، باید این احساس دردناک رو به یه مکانی خشک و بی‌حاصل و پر از تاریکی انتقال بدم، دور از خانواده، دور از کلیسا. چرا باید به کلیسا برم؟ چرا باید به خانواده برم؟ چرا باید پیش از ما مقدسین، پیش مقدسین از ما بهترون برم که این احساس شرم و خجالت رو بیشتر در من تقویت کنن؟ اما شرم سالم عزیزان ما رو به سوی تخت فیض خدا به حرکت در میاره، اما شرم ناسالم تو رو حتی از خودت متواری و فراری میده. اما امروز خبر خوش اینه، این شرم و تقصیر کاذب باید با حقیقت کلام خدا و زیر نور پرفیض عیسی مسیح خداوند از این مکان، از روح و جان هر کسی که اینجاست متواری بشه. باید قدرتش فرو بریزه. آمین. چقدر زیباست عزیزان که امروز روان خسته و شرمگیر ما میتونه به تملک و تصاحب روح القدس در بیاد و آزادی و رهایی رو تجربه کنه. چقدر عالی و امید بخش عزیزان که خدای پرفیض ما امروز توسط روح قدوسش و دستای مجروحش میخواد اون قرمزی حاصل از شرم و گناه و اون عرق خجالت رو از وجود و بدن و روح ما ریشه‌کن کنه. چقدر عالی عزیزان که ما خدا نیستیم، یک نفر تو این زمین وجود داره که پیچیدگی ها و حلقه های جراحت های انسان رو میشناسه، مخزن های خاطرات شفا نیافته ما رو یه ردیابی میکنه. عزیزان اون احساس های مدفون شده رو که سرکوبش کرده بیرون میاره، پیگیری میکنه عزیزان، به سراغ ما میاد. باور میکنی؟ چون خودش ما رو خلق کرده، خودش با همه اون پیچیدگی ها متفاوت بودن ما رو خلق کرده. نه فقط میخواد شفا بده بلکه میخواد با روح القدس در کنار ما، در ما ساکن بشه، مسکن گزینه. اگه باور میکنی یه آمین عالی بگو. یک داستان عالی وجود داره عزیزان در دوم سمایل باب 2:9-2. من فقط خلاصه ای از اونو به صورت داستان براتون میگم، یه داستان حقیقی که میدونم زندگی خیلی از ما هاست. شخصی رو در این باب معرفی میکنه عزیزان که بر پیکره روح و روانش
آثار حلقه های شرم، صدمات ناعادلانه که محیط، شرایط، نادونی افراد، موقعیت های فرهنگی، خانواده های مشکل دار به او تحمیل کرده بود. او انقدر تخریب شده بود، رفت، گوش میدیم به من، رفت تا از جلوی چشمای از ما مهترون خودشو مخفی کنه. اسم این شخص کی بود؟ مفی بوشت. بذاریم از همون اول تو سختی یه اسم گیر نکنیم، چون ماها وقتی گیر میکنیم حواسمون اصلا به کل پرت میشه، جداش میکنیم. نه موفی، حالا موفی چیزه، من میگم مفی، حالا بگیم موفی. موفی، موفی بو شد. وقتی جدا میکنیم به فارسی میشه مفی بو شد. معنای نام عزیزان در کلام خدا خیلی قدرتمنده، خیلی شخصیت سازه. حتی بعضی از نوزادان تا سالها بدون نام بودن تا یه نامی برای اونا انتخاب شه تا سرنوشت و آینده اونا رو تحت شعاع قرار بده. حتی در جنگ ها و نبرد ها عزیزان افراد نام های خودشون رو پنهان میکردن، چون میگفتن اگه این دشمن نام منو متوجه بشه از شخصیت من متوجه میشه، نحوه تسلط و غلبه بر من رو متوجه میشه، چون نام همه چیزی یک شخص بود. متوجه هستین؟ برای همین ناماشون رو پنهان میکردن. مثل ما ایران و افغان زبانهای عزیز نبودیم که هممون به خاطر خوشاوایی، خوش آهنگی، مود روز اسم میذاریم. من خانم عزیزی رو میشناختم که اسمش نجیب خانم بود، ولی از نظر اخلاقی یکم مشکل داشت و خانم عزیز دیگه ای رو میشناختم که پر از خدا ترسی، تدین، نجابت بود، ولی اسمش اشرت خانم بود. شخصی رو میشناختم که پر از افسردگی و غم و اندوه بود، اسمش شادی بود. مردی رو میشناختم که خیلی نحیف و داغون بود، ولی اسمش رستم بود. بعد از انقلابم که دیگه خیلی مود شد، آزاده دیگه، چه مودایی بود؟ ایمان، امید، چی؟ پریده. نه اسمای انقلابی بیشتر میذاشن. یادم ایمان و آزاده، چون آزاد شده بودیم مثلا. الان نرین تو انقلاب ها، حواستونی. متاسفانه نام مفی بوشد بار منفی رو با خودش هم میکرد. معنی اسمش تخریب بود، شر. معنی نام او عزیزان، آینده او، زندگی او، یک جوری همه چی به هم گره خورده بود و او رو شکسته و منزوی کرده بود. جالبه که بدون نام پدرش چی بود؟ یوناتان بود. معنی اسم یوناتان چیه؟ فیض، هدیه خدا. یعنی از کسی به وجود اومده بود که فیض بود. خیلی از ماها تو افسوسیان باب 2:10 میگه ما صنعت دست خداییم، آفریده شده در عیسی مسیح خداوند. ما آفریده شدیم در این سلطان فیض و راستی، ولی به خاطر مسائل حل نشده در شرم‌های تخریب کننده گاهن زندگی میکنیم، دست و پا میزنیم. او در واقع شاهزاده بود، شاهزاده به دنیا اومده بود. پدرش یوناتان بود، پدر بزرگ شاول پادشاه بود. یک روز عزیزان در حالی که این شاهزاده 5 ساله ما داشت تو کیسارها شلنگ تخته مینداخت، از همه جا بی خبر، یک دفعه خبر رسید که در یک آن پدر و پدر بزرگش در یک نبردی کشته شدن. و داوود پادشاه رسمی قوم شد به جای پدر بزرگ پسر قصه ما. و این آداب و رسوم بود در اون زمان برای شاه جدید. من فکر نمی کنم در اون زمان بود، حالا ما متوجه میشیم که در زمان ما هم بود، که دولت جدید عزیزان هرچه که مربوط به سلسله و دودمان قدیم بود چیکار میکرد؟ از بین میبرد، ریشه‌کن میکرد. چقدر ترسناکه. تا حالا تجربه کردین؟
یک تجربه شخصی داشتین که حالا قربونش برام نه از خاندان دربار باشین بلکه بخش کوچیکی از یک شرفند حاکمین قبلی بودین دیگه نیست من خودم بودم در یه خانواده‌ای روش کردم که وفادار به شاه بود پدرم چقدر متعهد به شاه بود چقدر عاشق شاه بود چند وقت یه بار دعا کنی به جان شاه اگه نونی که داریم میخورین فقط به خاطر شاهه تمام امنیت ما به خاطر وجود شاهه بعد از فروپاشی حکومت شاه چی شد؟ تمام نیروهای وابسته به شاه درجه‌داران افسران نیروی دریایی و زمینی اونایی که خیلی نزدیک بودن مهرهای اصلی بودن دستور چی شد؟ قتل عامشون داده شد و کسانی مثل پدر من و بعضی از اونا چیکار میکردن؟ خودشونو مخفی کرده بودن و یادمه که یه افراد که سرشون به مهر نخورده بود و اصلا نمیدونستم مذهب چی میامدن تو خونه اینا رو من میشنیدم به من یاد بده وضو گرفتن رو چجوری نماز بخونم میخواستن قایم شم پشت مذهب ما تجربه کردیم نیست؟ خیلی همون با پوست و گوشت و استخونمون حالا بگذاریم بریم سراغ شاهزاده قصه ما این شاهزاده قصه ما یه پرستار داشت پرستارش اخبار ناگهانی سرنگونی پادشاه رو شنید شروع به دویدن کرد در حال دویدن این مفی بوشد و زیر بغلش گذاشت تا فرار کنه حتما یکم هم سنگین بود شاید هم پرستاری یکمی جون نداشت یا ترس وقتی به آدم هجوم میاره چقدر آدم دست و پاشو گم میکنه در حالی که میدوید این بچه یه نگونبخت از دستش میفته چی میشه؟ از هر دو پا فلج میشه حالا دیگه بخش غم‌انگیز اسمش نبود معنی اسمش نبود از اینکه بی پدر و بی مادر و بی خانواده و فراری بود نبود بلکه دیگه او قادر به راه رفتن نبود عزیزان او رو می فرستن به خانه ماکیر ابن امیئیل دهی دور افتاده به نام لودبار مکانی در شرق اردن در کلام خدا نه تنها اسم انسان ها خیلی اهمیت داشت بلکه از نظر جغرافیایی مکانها همه در خودشون یه پیامی رو حمل میکردن لودبار از اون پایین ترین پسترین محله یهودی نشین بود که رانده شدگان به اونجا پناه می آوردن یه جوری در جامعه ایرانی ما میتونیم بگیم زاغ نشین یادتونه زاغ نشینان رو کسی که ولیعهد بود عزیزان به خاطر ترس شرم ناتوانی جسمی رفت به جای لودبار که معنیش هیچ خالی توهی رفت اونجا ساکن شد نه فقط اینا بلکه دائما در ترس بود در ناامنی بود نکنه شاه جدید رو پیدا کنه و بکشه چند نفر از ما در ترس‌های فلج کننده هستیم چند نفر از ما ناتوانیم از اینکه حرکت کنیم به سوی فیض زندگی به سوی یک زندگی پربرکت چند نفر از ما خداییش به خاطر زباله هایی که در زندگی ما انباشته شده و لعنتش ما رو فلج کرده و نفهمیدیم چه ارثی در عیسی مسیح داریم چقدر در تاریکی و تنهایی و شرم و ترس زندگی میکنیم و دشمن چقدر ماهرانه ما رو پشت دیوارها و دروازه های لودبارهای زندگیمون مخفی کرده ما هرگز نمیتونیم تصور کنیم یا باور کنیم به خاطر اون مشکلاتمون که عیسی میتونه زباله‌های زندگی ما رو شرم‌ها و ترس‌های ما رو به عنوان سوخت برای تولید انرژی برای خدمت به دیگران و خودمون مورد استفاده قرار بده ما نمیدونیم ما نفهمیدیم که عیسی مسیح خداوند به وسیله روحش طرح عظیمی داره که از تمام زخمای ما وسیله‌ای برای رشد خودمون و ابزاری برای خدمت مفی بوشت‌ها بسازه در دوم سموئیل باب 9 آیه 3 که داوود سمبل عیسی بود وارد صحنه میشه میگه آیا از خاندان شاول کسی تا حالا باقی مونده که به او احسان خدایی بکنم عزیزان نه احسان معمولی متوجه هستی کسی پیدا هست از خانواده ای که مونده به او احسان خدایی بکنم خدا عاشق احسان نمودنه
خدا عاشق اینه که به نفع تو عمل کنه. خدای ما خدایی که بر مشقت و غم می نگره. داوود این پادشاه فعلی داستان ما قتل عام نکرد. او با مهربانی بی پایانش، با اون مهربانی دوست داشتنیش علیه هر سنت و قانونی ایستاد. غلاطیان باب 5:23 میگه خدا محبت است و هیچ قانونی مانع محبت نیست. داوود فرستاد به سوی این پسر زخمی. او کجاست؟ همونطور که روزی دنبال من و تو فرستاد، خادمینشو فرستاد به دنبال مفو بوشد، همونطور که یه روزی از طریق خادمین او ما مژده انجیل رو شنیدیم، همونطور که در صبح پیدایش آدم و حوا به خاطر شرم و گناه زیر بت‌های تاریکی قایم شده بودن و خدا اومد گفت ای آدم تو کجایی؟ میدونی چرا عزیزان؟ داوود میخواست به او یه احسان خدایی بکنه، نه یک انسان معمولی. تالا به این فکر کرده؟ چون خودش این فیض بی دریغ او رو چشیده بود. وقتی در لودبارها گیر کرده بود، در غارها و مغارها از ترس و شرم، از این کوه به اون کوه، از این غار به اون غار پنهان شده بود. او فهمید که خدا چقدر احسان شیرین و عظیمه. او چشیده بود که خدا با یک انسانی که پر از شرم و ترسه چطور احسان میکنه، چطور محبت میکنه. او چشیده بود زمانهایی که در لودبارهای زندگی خودش مونده بود، خدا چطور در اون شکاف ها به سراغ اومده بود و او رو نه فقط از غارها بیرون آورده بود، بلکه تا سر سفره پادشاهی نشونده بود و تاج جلال به جای اون شرم روی سر او گذاشته بود. برای همین تونست مزمور 139 رو با چه ایمانی بگه ای خدا از روح تو کجا فرار کنم؟ تو کدوم غار و پستو برم؟ از حضور تو کجا برم؟ اگه با آسمون برم بالهای سحر رو بگیرم تو اونجا هستی، اگه در اقصای دریا بستر بگسترانم تو اونجا هستی، اگه تو جهنم برم دست تو اونجا هم منو هدایت میکنه، منو رهبری میکنه، اونجا دست راست تو منو میگیره و از اون تاریکی بیرون میاره. عزیزان برای همین او با قلب خدا آشنا بود، او خدایی رو میشناخت که دنبال او بود. برای همین گفت کجاست؟ او کجاست؟ عزیزان انسان عاری از فیض اصلا فیض رو نمیفهمه، اصلا قدرت فیض رو نمیتونه، چون نچشیده خودش. او نمیتونه محبت بدون قید و شرط، قدرتش رو نداره که به دیگری نشون بده. انسانی که فیض رو نچشیده مرتب در قانون گیر میکنه، ولی داوود فیض رو چشیده بود. گفت تو دنبال منی، در مزمور 139 تو منو میشناسی، تو میدونی پشت کدوم درو بسته هستم، تو منو خلق کردی و میدونی چقدر عجیب و غریب خلق شدم، با این حال عاشق منی، تو فقط از پیچیدگی های روح و روان مجروح من با خبری. و میگه حقیقتاً شناخت چنین معرفتی برام زیاده عجیب و غریبه که به اون نمیتونم برسم. عزیزان یه چیز رو خوب گوش کنین، شناخت خدا و معرفت خدا از من و تو فقط اطلاعات نیست، فقط عقلانی نیست. من تو رو میشناسم فلان ساعت شام میخوری، فلان ساعت میخوابی. شناخت خدا از من و تو شرمهای من و تو رو از من و تو تکون میده، به ما ارزش و مقام میده، به ما انگیزه میده که از لودبارهای خودمون حرکت کنیم، از پشت اون دیوارهای تاریکی بیرون بیایم، در مقام فرزندی سر سفره اون نان بخوریم. وقتی مردم در قانون پرستی گیر میکنن، مرگ به جای حیات در انسانها رخنه میکنه. داوود اسیر قانون نبود، داوود در جعبه های انسانی گیر نکرده بود، او در ناهنجاری ها عزیزان، حتی هنجاری های اجتماع خودش
گیر نکرده بود. چرا؟ چون فیضو چشیده بود. او کجاست؟ او کجاست تا به او احسان خدایی بکنم؟ عاشق این جمله‌ام، احسان خدایی. اگه چشیده باشی عزیزان، هیچ بندی نمیتونه تو رو ببنده، هیچ تاریکی نمیتونه تو رو در تاریکی نگه داره. و خادم سیبانا هم پاسخ داد، در خانه ماکیر ابن امیل، در زاغ نشینی به نام لودبار، اونجا رفته تا خودشو گم کنه، چون فکر میکنه دست خدا اون رو نمیتونه بگیره. داوود نگفت آخ چقدر وضعش خرابه، بیچاره وضعش خیلی روح روانش به هم ریخته، صبر کنیم تا حالش خوب شه، بعد بش ارثشو بدیم، یه لطفی در حقش بکنیم. برین برین مفوبوشت رو از پشت اون تاریکی بیرون بیارین، از خانه هیچ و توهی بیرون بیارین و به طرف اورشلیم، این شهر سلامتی و آزادی و رهایی حرکتش بدین عزیزان، زیرا محض فیض نجات یافتیم به وسیله ایمان، و این از من و شما نیست، بلکه بخشش خداست که ما رو در اون کوچه پس کوچه ها و تنگی ها خرمون رو گرفت و سر میز پادشاهشون. آمین. و امروز این پیام نه تنها برای نجات یافتن افرادی که نجات ندارن، که آمرزش گناه رو دریافت کنن تا بچشن احسان این پادشاه پرفیضو، بلکه امروز این پیام به طور خاص برای نجات یافتگان زخمی و شرمگینه، تا رستگاری و رهایی رو از بارهای سنگین که با خودش به ارمغان میاره توی زندگی ما رهایی و آزادی ببخشه. امروز روز آزادی و رهایی توه. باور میکنی؟ باور میکنی شفا دهنده زخمی ما اینجاست؟ باور میکنی که امروز من و تو با امداد روح او پشت هر در بسته، پشت هر دیوار و دروازه شرمساری گیر کردیم؟ خدا قادره نه تنهایی، به وسیله من و تو با هم دیگه این دیوارها و دروازه ها رو فرو بریزه تا تو به سوی شهر آزادی اورشلیم سماوی که قسمتش رو همین دنیا با عیسی مسیح میتونی تجربه کنی، زندگی کنی. عزیزا ما صاحب وعده های عظیم هستیم، وعده های عظیم ابراهیم. یکی از وعده های اینه که میگه نسل ابراهیم دروازه های دشمن رو تصرف خواهند کرد. امروز تو میتونی بازم از دست خودت شرمگین باشی، هی خودتو شماتت کنی، تقصیر رو گردن این و اون بندازی، و یا هی گذشته رو غربال و زیر و رو کنی، یا امروز میتونی به محبت عیسی اعتماد کنی و به جاش از شیطان خشمگین باشی، که شرم و افسردگی و ترس و احساس تقصیر رو مثل یه در و دروازه توی زندگی تو گذاشته تا تو رو اون وسط اسیر کنه، تو رو تر لودبار گیر انداخته. امروز خدا میخواد دیوارها و دروازه های نامرئی در زندگی تو رو فرو بریزه. باور میکنی؟ میخوای با ایمان باور کنی که امروز روز توست؟ اگه جایی گیر کردی، اگه در سرزمین لودباری گیر کردی، ترس، استراب، نگرانی، چه کنم چه کنم، سرزنش، محکومیت، سرزمین های ناامیدی، خدا امروز تو رو میخواد به شهر سلامتی کوچ بده. نه فقط وارد شهر کنه عزیزان، در آیه 13 میگه پس مفیبوشت آسیب دیده به جای لودبار در اورشلیم، شهر سلامتی، در حضور خدا، یعنی اورشلیم یعنی حضور خدا، ساکن شد، زیرا که همیشه بر سفره پادشاه نان میخورد. بیا امروز قدم‌های ایمان تو بردار، با قدم‌های ایمان که به جلو میای شکست شریر رو اعلام کن. آمین. بیا امروز اگه پسری داری، دختری داری، اگه در خانواده تو کسیه که در لودبار این دنیا گیر کرده، اینو بدون
خواهر و برادر عزیزم، او فرزند توست، دانه توست و خلق شده برای کارهای عظیم. آمین. بیا قدم بردار مثل یک زن مرد جنگجو، در شفاعت جنگجویانه برای او بیست، در اقتدار خودت بیست. آمین. همین که میای جلو دروازه های دشمن اعلان جنگ میکنی به او، دروازه های شرم و ترس فرو میریزه. عیسی نمیگه هر چی که من بخوای به تو میدم، من متعهدم که جواب دعاهای تو رو بدم. میگه نه، من به تو این اقتدار رو دادم که تو باید با ایمان متصرف بشی. اگه لعنت هایی در زندگی تو، بیا جلو. یک لحظه چشمای خودمونو میبندیم و این دعوت برای توه. اگه کسی در خانواده توه که در تاریکی و لوده بار گیر کرده، بیا به جای این که هی مهر دیو زده و هزار تا عیب و ایراد به این شخص بچسبونی، بیا جلو. خداوند به تو اقتدار داده. مرد و زن زورآور در خدا باشی و هر زورآور ظاهری رو که توی زندگی تو اومده، توی زندگی خانواده تو، بچه های تو، شوهر تو، زن تو اومده، سلامتی تو و خانواده تو به تاراج برده، تو اینجا بیستی و آزادی او رو اعلام کنی. به نشانه توافق تو با کار خدا و لشکرهای آسمانی خدا که امروز ایمان دارم به نفع تو میخواد عمل کنه، همین امروز قدم ایمان رو به جلو بردار. امروز روز جدیدیه برای تو، چون که یوغ سبکه و امروز میخواد این یوغ سبک و خفیف رو تو در زندگی خودت و اهل خانت تجربه کنی. در فکرهای خودت گیر نکن که الان بیای جلو دیگران چی میگن. یا این کار نکن، چیزهایی که در وجود توست که تو رو بسته نمیذاره، اون شادی، اون آرامی، اون سال پسندیده، اون سال یوبیل، آزادی و رهایی رو تجربه کنی. خدایا اومدیم در حضور تو، پسران تو، دختران تو، کسایی که گرانبار و خستن، کسایی که در ذهنشون پرگویی‌های منفیه، دائم در ذهنشون اونا شماتت میشن، سرزنش میشن، محکوم میشن. خداوند میگه بیا جلو. امروز این قلعه‌های شیطان باید فرو بریزه در افکار تو. این شرم‌های نهفته، این سرزنش‌های درونی، این محکومیت‌ها باید فرو بریزه. اگه ناامید شدی از سلامتی خودت، از سلامتی اطرافیانت، بیا جلو. فقط سهم تو با ایمان، قدم‌های ایمان انجام بده. ای خدا، میخواییم به تو ایمان اعلام کنیم. تو خدایی هستی که بر مشقت و غم مینگری. تو خدایی هستی که پیچیدگی های روح روان انسان رو میشناسی. تو خدایی هستی که مهر نمیزنی، اتیکت نمیچسبونی به ماها. تو بزرگترین کیمیاگر هستی که میتونی آشغال‌های زندگی ما رو به طلای ناب تبدیل کنی. تو بزرگترین بافنده
قالی های زندگی ما هستی، حتی اون نخهایی که با دستای اشتباه ریسیده شده، اون نخهای سیاهی که با اشتباه ریسیده شده تو دستای مقدس تو، اون طرح هدف عظیم ابدی و ازلی میتونه پیوند بخوره با اون دستای زخمی و سوراخ شده ای تو و یه اثر عالی از توش بیرون بیاد. خدای تک تک این عزیزانم رو تو ساختی و پرداختی، هیچ کدوم ما شبیه هم نیستیم. تو خدایی هستی که فقط برای گناهان ما روی صلیب نرفتی، بلکه برای اون ضعف‌های دست پاگیر ما، اون ضعف‌هایی که گاهن خودمون ازش عاجز میشیم، روی صلیب رفتی که هم درد ضعف‌های ما بشی. تو تمامی این درد ها و چه کنم و حتی تنفر از دست این ضعف ها رو خداوند روی صلیب ننگین خودت میخکوب کنی، جذب کنی، تا امروز هر کسی که با ایمان جلو اومده اون آزادی و شفا رو تجربه کنه. در نام عیسی مسیح اعلام میکنم هر در و دروازه‌ای که توی زندگی عزیزانه به قدرت نام عیسی مسیح فرو بریزه، هر شرم و تقصیر، هر بی‌ارزشی، هر عزت نفس ضعیف که واسطه صدمات گذشته روی افراد به زیر بیفته، هر ناامیدی، ای خدای عالی، هر چه کنم، هر اندوه، هر استراب، هر ترس به قدرت خون عیسی مسیح به زیر بیفته. اعلام میکنم ای دروازه های زنگ زده روی زندگی خیلی ها که به لعنت تبدیل شدین به کنار برین، ای درهای بسته شده، قفل و موم شده به کنار برین، تا خداوند پر جلال، خدای عظیم و آزادی بخش به میان بیاد، به میان کلیسای مقدسش بیاد، تا امروز آزادی از هر شرم و تقصیر و بی‌ارزشی رو کلیسای تو، بدن مقدس تو تجربه کنه، بدون مقام ما در هر وضعیتی در عیسی مسیح رفیع بالاتر از هر نیروی اشغالگر، چون که در نام این سرور سلامتی صلح عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای مجید خداوند بگه آمین. آمین. مرسی از قلبای ما، از فکرای ما، از گذشته ما، از همه مجید اطلاع داری خداوند، نیازهای ما رو میدونیم خداوند، و ما اعتراف همون کردیم خداوند با قدرت خودم کاری نمیتونیم بکنیم خداوند، بعد میخواییم خداوند این اعلام رو بکنیم خداوند، مرسی که برای خداوند تمام زخمها، تمام چیزهایی که ما در عمرمون به دست آوردیم با صلیبت خداوند اون چه جواب دادی خداوند، نه فقط گناه ما رو برداشتی بلکه کلامت رو میگه که از زخمهای توست ما شفا گرفتیم دریافت کردیم، و میخواییم این رو اعلام کنیم و به تو نگاه کنیم، به صلیب تو نگاه کنیم عیسی مسیح، که اونجا یه پیروزی ابدی آوردی برای روح، نفس و بدنهای ما.
بگیرید.